پرسش های متعددی که زن اغلبا در مورد خونی که روی آن میافتد میپرسد آیا نماز را به خاطر آن قطع کند یا غص کرده و نماز بخواند یک نوع آن حیز و آن خون طبیعی است و سطح پایین رحم در اوقات معین خارج می شود الله تعالی آن را برای حکمت پرورش بچه فرید. هرگاه زن ببیند از رحمش خون جاری می شود حیز است بدون اینکه شروع یا پایان آن به سن خاصی محدود شود هیچ محدودیتی برای کمترین یا بیشتر وجود ندارد اما چرا که زن به صورت یک عادت مستمر ببیند آن حیز است و غالبا حیز بین شش یا 7 روز خواهد بود تهارت از حیز با نزول ترشحات سفید رنگ معلوم می شود و مای سفید رنگی که در صورت قطع دوران قاعدگی ظاهر می شود و هر زنی که از آن ترشحات سفید رنگ خارج نمی شود تهارت قاعدگیش از خوش شدن خون معلوم می شود به هر زنی که های شد اجازه دارد نماز و روزه را ترک کند و فقط روزه را بعد از تهارت غذا می کند و استحازه جاری شدن خون در وقت غیر مناسب به دلیل بیماری و فاسد شدن رگ قسمت تحتانی رحم است تفاوت خون حیز با استحازه در این است که خون حیز سیاه و غلیز و بوی بدی دارد و وقتی خارج می شود جامد نمی شود. خون استحازه قرمز و به صورت رقیق و بی بو است و اگر خارج شود جامد نیست و در اصل هرچه از رحم خارج شود حیز است تا اینکه دلیلی بر استحازه بودن آن اثبات شود چرا که حیز خون اصلی حساب می شود و خون استحازه بیماری است و اصل شرعی بر سلامت است زنی که استحاضه دارد می تواند نماز بخواند و روزه بگیرد و برای هر نماز وضوع بگیرد و می تواند نماز ظهر و عصر را جمع کند و این طور بین مغرب و عشاء را جمع بخواند و این تخفیف برای او است و نماز و روزه را در روزهای حیز و قاعدگی ترک کند سهالت برای زنی که استحاضه دارد اگر دوران قاعدگی قبل استحاضه باشد این مدت قاعدگی را تمام کرده و سپس قوس و نماز بخواند و اگر قاعدگی ندارد و می تواند خون حیز را تشخیص دهد مینشیند و علائم خون حیز را تشخیص داده و سپس قوس کرده و نماز بخواند و اگر عادت ماهانه ندارد و نمی تواند تشخیص دهد مینشیند تا مدت حیز را که بین 6 تا 7 روز در هر ماه را تمام کند و اما نفاس خون خارج شده از رحم ناشی از زایمان است و هیچ محدودیتی برای کمتر یا بیشتر آن وجود ندارد اما بیشترین مدت آن چهر روز است و مسلم می فرماید هر زنی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نفاس داشت چهر روز می نشست پس بر هر زنی واجب است که این احکام را یاد گرفته و به نماز و عبادات اهمیت دهد تا رضایت الله و ثواب جنات نعیم را نصیب خود بکند